یعنی آسیبی که من توی این خونه دیدم عیناً واقعیه، عیناً حرفایی که زدم واقعیه. در من اگه دنبال این داستانا بودم کسی رو خراب کنم و بخوام اصلا دنبال قصه باشم قطعاً شکایت میکردم. بچه حال من بد بود، من میتونستم تلفن کنم خانوادم، تلفن کنم به وکیلم بگم پیگیری کن سر حالش بده تا حالش خوب بشه. ببین مسئله اینجاست که من دنبال داستان نمیگشتم، ولی این آدم وقتی میمد توی یوتیوب به من که 20 سال زحمت کشیدم و آبرو جمع کردم، ایشون حق اینو نداشت که بخواد بدونم بی احترامی کنه و دروغ بگه. کرده بودیم چرا فرار نکردی؟ الان تو یادت افتاد چرا من فرار نکردم؟ خب میخواستم فرار کنم، پاسپورت نداشتم، گوشی نداشتم، پول نداشتم، کارت. ولی حالا این من میتونستم تلفن کنم خانوادم، تلفن کنم به وکیلم بگم پیگیری کن سر حالش بده تا حالش خوب بشه. ببین مسئله اینجاست که من دنبال داستان نمیگشتم. کرده بودیم چرا فرار نکردی؟ الان تو یادت افتاد چرا من فرار نکردم؟ خب میخواستم فرار کنم، پاسپورت نداشتم، گوشی نداشتم، پول نداشتم، کارت. ولی حالا این من میتونستم تلفن کنم خانوادم، تلفن کنم به وکیلم بگم پیگیری کن سر حالش بده تا حالش خوب بشه. ببین مسئله اینجاست که من دنبال داستان نمیگشتم. توی هر 4 ثانیه یک نفر توی دنیا به بیماری آلزایمر مبتلا میشه. این بیماری یکی از شایع‌ترین علت‌های زوال عقله که در سرتاسر دنیا بیش از 40 میلیون نفر رو تحت تأثیر قرار داده. ولی هنوز هم محققا توی پیدا کردن درمان برای آلزایمر شکست می‌خورن. گوشی نداشتم. من میتونستم تلفن کنم. دکتر آلویس آلزایمر، روانپزشک آلمانی، توی سال 1901 میلادی برای اولین بار نشانه‌هایی از این بیماری رو شرح داد. گوشی نداشتم. من میتونستم تلفن کنم. طرف خودش خداگیر داره میشه، خودش اومده یه ویدیو گذاشته سر تزده. بعد جالب این که اومده میگه یکی وارد خونه شده بوده. ببین شلوارک تو پاشه، دمپایی تو پاشه، چجوری یهو وارد شده؟ قطعا بوده، بیرونش کردی از اون خونه. اومده خونه ما بیاجازه عصبی کردی نه دهنش دست نزن دیبا، تو بهش دست نزن. نگو دخترها هستن تو بهش دست نزن. دهنشو بگی. نه داداش بذار جیب ببنه، چکار داری؟ اب نداره داداش، پلیس میاد دیگه. انداختنش بیرون نصف شب از چیز اونم برگشته، وگرنه از توی اون شهرک اگه میشد فرار کرد که من اولین نفر من بودم. قربونتون برم، چه داستانی باور میکنید؟ جالب این که اومده میگه یکی وارد خونه شده بوده. ببین شلوارک تو پاشه، دمپایی تو پاشه، چجوری یهو وارد شده؟ اگر ما اومدیم بابت این که خونمون دزدی شده شکایت کردیم، بعد دزدو میگیرن میرن دزدم قاتلم هست، اون به ما ربطی نداره. یارو جرم کرده، حالا پلیس وارد عمل شده. شرایط انسانی تنظیم نمیدار واقعا. دستمون بسته بودم، میگردم با دماغ بزن برعکس کرده بودی معراج با دماغ برست دفتر اون کلا شلا بزنم بزن دفتر رو نامستم بزن بحث طرفداری و اینا رو بذارید کنار، یه ذره واقع بین باشیم. من خودم واقعا
دل دیدن این که بخوام که به کسی آسیب بزنم و ندارم. من آدم بسیار بخشنده ایم، من اصلا اهل این داستانا نیستم کسی رو بخوام آزار بدم، ولی این آدمه دیگه گندشو در آورده، داره آبروی کل آدم های معروف رو میبره توی کشور، حیثیت نمونده واسم. ببین من یه حرفی دارم آقای پرویز پرویزی، ما که بچه های سینماییم همون به گوشم میرسه، واسه این نفر فیلم نامه میره، 10 نفر دیگه تو اون پروژه هستن، فقط فیلم نامه مثلا برای من وقتی اومد توی 1359 رفتی خودتو کشتی اونجا، گفتی که سحر قریشی بازی نکنه نقش اول اون قصه رو که نقش دختر شما رو باید بازی میکردم، داره آبروی کل آدم های معروف رو میبره توی کشور، گفتی بازی نکنه دریای من بازی کنه، دریا کی بود؟ دوست دختر خودتو برشی آوردی الان اون تایم با دوست بود و من نقش دختر تو اون فیلم بازی کرد، نوشه جونش قسمتش بوده اشکالی نداره، ولی شما آدم نونبوری هستی، شما حق نداری بیای در مورد چیزی نظر بدی که خودت گناهکاری، داره آبروی کل آدم های معروف رو میبره توی کشور. کهیر میزنم واقعا بعضی وقت و بعضی اسما رو میارم، صامد شانی واقعا این تو کدوم لیگ بازیش میدن؟ الان کجاست؟ یعنی من میخوام یه سوال دارم، آقای صامد شانی حالا الان زن و بچه دار شده دیگه، بچه دوم ماشاءالله پسرت اصلا زشته، الان من واقعا خجالت میکشم بخوام در مورد سام که باش کار کردم بخوام در موردش صحبت بکنم، ولی واقعا ضربه زده به من و باید جواب این ضربه که من اصلا باید بدونه که به من ضربه زد. من خودم واقعا دل دیدن این که بخوام که به کسی آسیب بزنم و ندارم، من آدم بسیار بخشنده ایم، فقط یه بار نگفته مثل بقیه، مثل اون دوتای دیگه تو هر برنامه زندگی رفت خواست دیده بشه چیشاشو گرد کرد که ببینن همه مثلا این من هم چیش رنگی هم، من هم مثلا تو رو خدا ببینید بغل رضا گلزار، آقا دیده نمیشی شما، شما اگه قرار بود دیده بشی دیده میشدی، همین الان هم اگر هنوز توی سینما ایران داری کار میکنی باید بری دستای پژمان جمشیدی رو ببوسی که تونست تو رو بکشونه بالا، نمیدونم شرط قرارداد میکنه پژمان، دمش گرم هر کاری کرد برات، داره آبروی کل آدم های معروف رو میبره توی کشور. بچه ها 50,000 دلاری که الان اومدن در موردش همچنان بعد 5 سال دارین به من تیکه میندازین، یه ذره از خدا بترسین. 50,000 دلار بچه ها اون زمان میشه 20 میلیون تومان. پول بلیت رفت و برگشت من بود، پولی نبود. 50,000 دلار رو اومدن 4 سال بعد گفتن، بعد از عکسایی که از من پخش کردن اومدن حرفو درآوردن. این آقا اومد 4 دفعه 5 دفعه اومد در موردش مصاحبه کرد، در مورد حاشیه‌ها صحبت کرد، مصاحبه گوش دوربینو گذاشت شروع کرد، من اشتباه کردم اکسل، من اشتباه کردم فلان کردم، یه رابطه کوچولویی بوده، نه ازم کل ماجرا این بوده، خیلی هم رابطه عمیقی بوده، خیلی هم رابطه قوی بوده، میخوان گردن یه ذره گردن یه ذره جرأت داشته باشی. من خودم واقعا دل دیدن این که بخوام که به کسی آسیب بزنم و ندارم، من آدم بسیار بخشنده ایم، به کسی چه ربی داره؟ من گردم میگیرم، آره خیلی هم بچه ها قوی بوده، خیلی خوشحالم که حالا اون موقع هیچی نبود من کنار این آدم بودم، الهی 100,000 مرتبه شد الان باید خوش جایگاهی پیدا کرده، الان خدا به روش نگاه کرده، داره آبروی کل آدم های معروف رو میبره توی کشور. دلیل اصلی که من این رابطه کات شدم شریک ایشون بوده، باز هم بعد از این حواشی و این اتفاق فکر نکنید دوست من باعث کاتی شد، دوست من مزیده بر علت بود، چی اومد راجع به تتلو که تو خونه‌اش با هم دیگه دوست میشن و میرن یک ویدیویی گذاشت، طبق این چیزی که تو جفتشون رو میشناسی کدومشون دارن راست میگن؟ صد هزار درصد حق به خانم قلشی، چون من چیزا رو به چشم دیدم، نه فقط برای خانم قلشی، برای خیلی کسایی دیگه به چشم دیدم، من حق رو بهشون میدم 100%. کی میاره بهش تجاوز میکنه؟ از نوازنده بگیر، آقا فیلماش موجود همه چی هست دیگه، واقعا تجاوز میکنه، یعنی به زوریه، یعنی من میدیدم اونجا به چه شکلیه، میومد فرش خانواده اینجا به اینا میگفت دختر برام میاری، دختر معمولی که نمیاره، حالا دخترایی که بیزنس میکردن کارشون بالاخره این بود، اونا میگفتیم مثلا بیا پیش تو، خب اونا گفتن نه اون سگی که بیان پیشه، بعد بچه‌ها که به قول گفتنی میکردن اونا مثلا قسم و آیه میدادن به دخترای بیزنسی که تو رو خدا بیا نگو ما بیزنسی، ما به تو پول بیشتر میدیم، فقط بیا چند سال پیش این باش برو. آره بعد این یک واقعیتی رو بهت بگم، نمیدونم چرا کسی باور نمیکنه، این آدم ناتوانی جنسی داره، آقا توتول ناتوانی جنسی داره، نمیتونه نزدیکی برقرار کنه. چی میگی؟ به خاطر همین عصبیه، یا مواد میزنه یا هر چی کتک میزنه،
میگیره میزنه اینا رو به خاطر اینکه نمیتونه، واقعا نمیتونه. من مثلا گوز کدوم چونم بخوام بیام فوش بدم به یه آرتیست یا بخوام مثلا نقدش بکنم؟ آقا من دارم از اون آرتیست پول در میارم، یه ذره نمک شناس باشید، نمک نشناس نباشید. طرف اومده با آهنگای تتلو خیلی از آرتیستای دیگه ریاکشن رفته، چنش آورده بالا، پول در آورده، الان اومده میگه تعلیم، نمیدونم اینجوری کنیم اونجوری کنیم. بعد میاد حالا بالاخره یه سری مخاطبم پیدا کردن دیگه، میاد مخاطباشو شیر میکنه، میرن تو پیج آرتیست باشه خارمادر مینویسن. خب کسکشا این همه به شما حال داد، اون نونی که تو زندگیتون میخوری، اون دوربینی که خریدی، دوربینتو آپدیت کردی، میکروفونی که خریدی، از همین پولای ریاکشن به دست آوردی دیگه. بلاش خوری نکن، آدم باش، کسکش نباش. این دیگه تای کسکشیه این کارا دیگه. وقتی نمک میخوری نمک دون نشکن. نونی که تو زندگیته خیلی هاشو از طرف تتلو، امثال تتلو به دست آوردی. چه میدونم حاشیه درست میکنه یعنی